آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. گرامی سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما. آرزو دارم که در هر گوشه و کنار هستین به صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین. بابا یمید آرزو، پروگرام تلویزیون افغانستان، مسجی از لس آنجلس، از شبکه جهانی آریانا افغانستان خدمت شما تقدیم می کنم. بینندگان عزیز، اولتر از همه سال نو 1392 هجری شمسی به هر کدام شما وطنای عزیز نازنین که در هر گوشه و کنار دنیا هستین تبریک تهنیت عرض می کنم. آرزوی یک سال پر از برکت خوشی ها را برتان آرزو دارم. آرزوی طول عمر دراز برای هر کدام شما بیننده عزیز دارم. امیدوارستم که یک سال فوق العاده و بسیار خوبی برای همگیتان باشه. یک افغانستان عزیز ما سال گذشته یک مشکلات و مشقات و کشتار و اینایی را داشت. آرزو میکنم و دعا میکنم به دربار خداوند که خداوند به مملکت ما یک صلح و صفای دائمی را بیاره، مملکت ما جنگ ها استاد شوه، مردم ما آرام شوه. امی آرزوی ما است هر سال که چی وقت خداوند دعای ما را قبول میکنه خدا میدانه. خب بیننده عزیز، دیشب در نیویورک دلی هنرمند بسیار خوش آواز حیدر سلیم کنسرت فوق العاده داشت، البته یک برنامه سولد اوت بود. از کاملا جان تیموری و از آقای تیموری یک دنیا و یک جان تشکر میکنم، ممنون سپاسگزار که مرا هم دعوت کرده بودن. واقعا جایتان خالی بود، بسیار زیاد لذت بردیم. ولی پرابلم خب بلند گپ زدیم. همچنان به خاطر سال نو از قاصد صاحب محترم عزیز گل یک دنیا و یک جان سپاسگزار هستم که به ما دانسینگ مسیشین ما یک شعر بسیار مقبول را که بر ما گفته بودین گذاشته بودین یک جان ممنونتان. همچنان از بیننده عزیزی که به مناسبت سال نو محبت کرده بودین، ایمیل روان کرده بودین، تلفن کردن در فیسبوک، از همگیتان ما باید هر هفته تشکر کنم. به خاطر اینکه ضرورت ندارین که کار کنین، یاد بگیریم. این هم یک تمدن است که در امریکا زندگی میکنیم. وقتی یک نفر به مقابل ما محبت میکنه، ما باید ده چند بیایم محبتش جواب بگویم. از برادر عزیزی که از ترکیه برای ما از طریق پست یک درد دلتان که دو صفحه است روان کردین به ما رسید، بسیار زیاد تشکر. آرزو دارم اگر امروی ما شما صحبت کنین که خودتان بیاین و به برنامه از طریق تلفن امو پرابلم هایتان بگوین. همچنان از کنسولگری افغانستان در لس آنجلس از آقای عبدالله ایماق، آقای عبدالله ایماق که محبت کردن جنرال قونسل افغانستان در لس آنجلس هستن، البته یک پیام تبریکی را بر ما هم روان کردن، بسیار مهربانی کردن که از آقای عبدالله ایماق یک دنیا و یک جان ممنون و سپاسگزار هستم. خدمت شما عرض کنم که به تاریخ 30 مارچ که البته شنبه آینده است در فود فکتوری یکی از شخصیت های الطاف، استاد الطاف حسین سراهنگ که یکی از شخصیت های بزرگ موسیقی افغانستان است، پسر استاد سراهنگ که بابای موسیقی افغانستان است، در فود فکتوری اینا کنسرت دارن. قیمت تکت $50 است. البته فود فکتوری گریل که در تقاطع آلتن و فریوی 5 است. برای معلومات مزید میتونین به نمبر 714
912-25-12 به تماس شوین. خب بیننده عزیز، ای بود صحبت های پیش گفتار ما. آل یک میمان بسیار بسیار عزیز و نازنین در برنامه دارم که از البته این میمان ما یکی از برنامه سازای بسیار مستعد و مجرب در تلویزیون زرین هستن و موضوعات پروگرامشان هم موضوع دینی است. با مذهبیون بسیار زیاد مخالفت دارن. یک تعداد مردم از بسیار زیاد طرفدارشان هستن، یک تعداد مردم از بسیار مخالفشان هستن و البته در تا جایی که ما برنامه‌هایشان دیدیم که زیادتر سر مسائل احادیث پیغمبر بوده و در مسائل همین برنامه‌ای که از تلویزیون‌ها پخش میشه در این برنامه راجع به این برنامه صحبت میکنن و برنامه را که میگن این مسئله را که گفتی در قرآن چیزی به همچو چیزی نیست، بعد از او آیات قرآن را میکشن و میگن که در قرآن این چیز گفته شده. خب با این اساس شفی جان عیار است میمان عزیز ناظرین ما، اینا به لس آنجلس تشریف آوردن، دیشب هم در کنسرت حیدر سلیم بودن و امروز میمان برنامه ما هستن. هموطنایی که دوستدار آقای حیار هستین میتونین که حیار میتونین که حیار گفتم کار باز هموطنای ما سرمقار نشک چرا عینه هی گفتی. نمبر اسپانسر از اتاق کنترل خواهش میکنم که برای صفحه تلویزیون بگذارن و من میرم و یعنی همه ما بیاین که آقای عیار خوش آمدید بگویم. آقای عیار خوش آمدید، چیل دارید؟ چطور هستید؟ شکر شما خوب هستید. دیشب هم در این مجلس که تشریف داشتین که من دیدم که هموطنهای ما همگی به دور و برتان چقدر شما را استقبال کردن، چقدر دوست داشتن، همگی از شما عکس گرفتن. چی ساز داشتید؟ چی ساز دارید؟ مالدار مزدار بودک بسیار، اما در ایرانی که ما روان استم یک آدم مثل ما باید از خوش آمد مردم بسیار گردنش بالا نره و از دو دشنام مردم و انتقاد مردم هم گردنش پایین نره. اما مالدار یک احساس خوب برای کلگی رخ و ما سپاسگزار هستم از هر یک شما به ما میفتن عکس بیر. ما میگم شما که خوش هستین که ما هر یک آدم عکس بیرین هزار دفعه. اما راستی بسیار لطف کردن، تشکر. آقای عیار، بیننده ما که البته در سر تا سر دنیا هستن و شما تلویزیون زرین، تلویزیونی که به امریکا و کانادا، شاید بیننده ما شما را هیچ ندیده باشه، تعمیال شما را نشناخته باشه. ما هم شما را به صورت درست شاید باید نمیشناسم، آشنایی هم رای تا ندارم. میشه شما خود بر ما معرفی کنین که همین شما کی هستین؟ در جب بکرام دتان یک بایوگرافی تنم به صورت مختصر خواهش میکنم. یک سوال خوب کردین و مختصر هم داخل گفتین، یعنی مرا فریم کردین. اما امید اقای یک نوشته که از شمس تبریزی آدم آمد، اجازه تان نمیخواهیم میسا کتا میگم. میگان خطات سه گونه خط نوشته، یکی خود خوانده هم غیر، یکی خود خوانده لا غیر، یکی نه خود خوانده نه غیر، آن خط سوم منم. یک قسمتم است که ما میشناسم شما میشناسین، یک قسمتم است که من میشناسم شما، یک قسمت دیگه است که نه من میشناسم نه شما. و اگر اما اگر خدا به حساب چیزی که مروج از این دنیا ما چی کنم معرفی کنم، شفی هستم، عیار تخلصم است، از افغانستان هستم، اگرچه ما با منطقه نمیخوایم تعلق داشته باشم ولی از افغانستان از کابل هستم. آها، اما خدا کم زیادتر اگر برم مکتب در برای اینکه شما وقتی که در مسائل دینی صحبت میکنین کارشناس هستین در مسائل دینی، تحصیلاتتان در افغانستان در اینجا یک کمک هست؟ خب ما از صنف اول تا شش مکتب خود در محمود هوتکی خواندیم، مکتب متوسط رفتیم، از نوی مکتب عبیبیه رفتیم، سال 2056 از مکتب عبیبیه فارغ شدیم. لاف معلوم نشم اگر ما از جمله شاید دو سه شاگرد بالاترین مکتب خود بودیم. بعد از زود 15 طب رفتم. سال اول ما در دانشگاه کابل مصادف است و سال کودتای ثور صورت گرفت و از امو آغاز مملکت ما دچار تشوشات شد و زندگی ما هم درگیر ازی شد و در امی دریایی که مردم ما افتید ما هم افتیدم، یک تعداد ما رفتیم غرق شد، یک تعداد دیگه ما ماندیم. ما از سال 57
اتحادیه پوانتون اساس گذاشتم تا سال 59 رهبری میکردم. حتی شبنامه هایی که در یونیورسیتی کابل پخش شده یک تعداد شما نوشته کردیم، یک تعداد اشعار خورده شد و در سال 1359 بالاخره به رابطه زندانی شدم. تا سال 1964 در زندان پلچرخی بودم. دیگه از این خبر نداشتم که به زندانم رفتید در زمان خلق را بچه من؟ بله ها، پنج سال به زندان بودم. پنج سال بله ها. چی بود چارجی که مکرده به تیجن گناهتون چی بود؟ ما را به حساب اتحادیه پوانتون گرفتن، منتها قانون زندان یا جریان تحقیق بود که تو را به خاطر چیزی گرفتن تنالت نمی کردن، به خاطر هر چیزی که احتمالاً در فکرشان میگشت که شاید تو با شاید تو شکنجه می کردن، چون کیس ما کیس مهم بود و یا می فهمیدن که ما اتحادیه پوانتون به احتمال اغلب رهبری میکنم. بنابراین تقریبا یک کنیم یا زیادتر از او ما شکنجه شدم در خواهد صدارت و شکنجه که در او زمان واقعا یک شکنجه زیاد سخت بود برای یک آدم که مثلا 19 سال است. اما ما از خداوند بزرگ سپاسگزار هستم که با ما همین قدرت داد که ما تعداد زیاد مردم را که در اتحادیه ها بودن که تقریبا 2500 نفر بود، ما یکی زیاره دگیر ندادم و این در این تلویزیون هم که میگم بسیار مردم میره میبینه و واقعا برا خداوند بزرگ قدرت داد که هیچ کس را دگیر ندادم و هیچ کس دیگه. یعنی شما را لطکوب میکردن که مردم را بگیر بتین که کی بودی چی بودی دیگه کی بود دیگه کیا بود. یعنی اگر خودت یک شاخه گل هستی باید درخت گل نشان بدی. آها، دیگه به این ترتیب در اون زمان درخت گل نشان نمیگفتی نه فلش میزنی هیچ شاخه دیگه از او درخت بزرگ شد که ما شفی جان نکشتیم. والا یه خوبی است که زمانی که ما زندانی شدم خلقی ها حکومتشان از بین رفته بود، پرچمی ها آمده بودند با وجود که اینا حزب دموکراتیک خلق میگفتند، اما تفاوت های خود داشتند و اکتیاد زیاد از پرچمی ها در پیش از ما در میزندان زندانی بودند یا تازه خلاص شده بودند. یک احساسات داشتند که میفهمیدن رنج زندانی بودن و لط خوردن و کشته شدن، بنان یا که آمدن با یک پالیسی نه آمدن که حداقل برای یک مدت فکر میکردن که نه یک کار خراب است که مردم بکشیم. اگر چی کشتن و واقعا اگر شما زندانای افغانستان رو ببینین بعد از زمانی که کار ملامت کسایی که در زندان کشته شده تعدادشان به نهایت کم است، ولی کسایی که در جبهات کشته شده زیاد است چون قشون روس آمد. اما پیش از او اگه ببینین کسایی که در زندان ها کشته شده تقریبا همه کشته شدگان های مملکت ما را تشکیل میده. باز از زندان که برمدین باز فرار کردیم از زندان که خلاص شدم با تأسف باید بگیم که کلگی ما میگیم که من هم برآمدم مگه شرایط تو بود. واقعا ما که از زندان برآمدم، ما دوره زندان یک دوره بسیار آموزنده برای ما بود. ما در زندان دیدم که چطور مملکت ما غرق شده میره و ما دیدم که چطور ما از پشت سر خورده شدیم توسط پاکستان و ایسای و ما دیگر راه نتانستم بیافم که برای مملکت خود کمک کنم. واقعا برآمدنم از افغانستان سخت‌ترین روز زندگی است. ما یک کتاب آخری ما که نشته کردیم به نام افغان هارتس اند ماینز ایده بازار است، همین جریان برآمدن خود قصه کردیم که می آخری آب را که ما از افغانستان خوردم، آخری روزی که برآمدم، آخری اشک را که ریختم، یک چیز بسیار سخت بود، اما بالاخره برآمدم از وطنم و تا امروز یعنی من نمیتونم که از افغانستان عملا بیرون باشم. اما بله، بعد از اونم رفتم پاکستان، یک 4 هفته یا تر پاکستان بودم، از اوجا گریزی رفتم هند. از هند فکر کنم 4.5 یا 5 ماه بودم، ما و مادرم بودیم دیگه، تمام فامیل ما در اینجا بود. باز از اونجا برآمدم امریکا آمدم. چقدر امی کودتای منحوس 700 و به تعقیبش 800 باعث بربادی هزارها هزار میلیون افغان شد، مهاجر شدن، کشته شدن، یتیم شدن. او اصلا هر قدر که گفتیم به خدا ما خوخ بسیار زیاد خسته شدیم. اینا چقدر در افغانستان بدبختی را بودن. شفی جان شما قرار که در رفتی گذاشته من بسیار زیاد متاسف هستم که شما 5 سال بندی بودین. خواهش میکنم. شما یکی از استعدادهای
بسیار خوبی هستیم که میتونستین برای از مملکت مصدر خدمت شوین و مثل شما و هزارها نفر به می ترتیب میل در سر تا سر دنیا یا بندی شدن یا کشته شدن یا مهاجر هستن. ما شما میفهمیم که پاکستان پنجابی و عیسای خونخو اینا در سال هاست که در امور داخلی افغانستان بسیار مداخله دارن. همین تررستا در موج تمویل میشن، در موج تجهیز میشن، به داخل افغانستان روان میشن. تررستا حمایت میشن در مبین همین تررستایی که میگن به نام مثلا اخوانی و گلبدین ملا عمر، اینا در موج همونجا زندگی میکنن، همونجا هستن، اولادشان به مکتب میرن، خودشان آرام آسوده هستن. امی رئیس شورای علمای پاکستان هم که گفت که حمله های انتحاری در افغانستان حلال است و حمله های انتحاری در پاکستان حرام است. شما ما در هفته گذشته اعلان کردم که یک مظاهره را برنامه ریزی کردین به مقابل ایسای به مقابل پاکستان. خواهش میکنم یک اندازه بر بیننده این براجی به مظاهره تن بگوین. مظاهره همه است خب مگر شما برنامه گذاری کردین. بله ما ادخل از وقتی که در زندان رفتم یک سال تیر کردم، ما می دیدم که مشکل اصلی ما تقریبا شفت شده میره، تغییر کرده میره. از مشکل در مقابل روز تغییر کرده میره با مشکل در مقابل آیسای. ما می دیدم که ما بلعیده میشیم توسط یک کسی که هنوز نمی فهمیم. درد میکنه ما را اما نمی فهمیم. ما فکر میکنیم که از روسی درد به ما میرسه. وقتی که ما جوانای ما را می دیدم که چطور در زندان جلب و جذب می شدن، که این هم از یکی از مشکلات هاییست که باید حزب پرچم جواب بده که در زندان چقدر مردم اخوانی شد. اینمی گلبدین یارا جلب می کرد، بعد از او یارا پاکستان می برد، بچه های که 17 ساله 18 ساله به نام اسلام یارا شستشوی مغزی می دادن و تبدیلشان میکردن به یک انسان قاتل در مقابل مردم خود. یا رفته بودند که مملکت خود آزاد کنند، مردم خود کمک کنند و امی اخلاق خوب از یاره یا تجدید میکردن به یک اخلاق زشت و پست به منفعت پاکستان. برای پاکستان جنگ افغانستان یک چانس طلایی بود. فکر کنین یک مملکتی که فقیرتر از ما شاید بود یا فقیر بود به اندازه ما، بیلیون ها دلار در پاکستان سرازیر شد. چرا سرازیر شد؟ به خاطر که جنگ ما، مقاومت مردانه ما، احساسات مردم جهان تحریک کرد در کمک به ما. وقتی که یا می دیدن که یک گشتک بیچاره ما کشته می شه، یک جوان ما در مقابل تانک دست خالی استاد می شه، یا می کشون سرخ بسیار نفرت کردن و ما مثل امی سایکولوژیکلی انسان ها ایت ساخته شده که اگر شما در میرا برین یک گشتکه که 2 ساله را یک بچه 10 ساله لد کنه، یک بچه 20 ساله، اما تو به شکل ناخودآگاه شما طرف این بچه ها که خورده میبینین، به خصوص که اگر ببینین که پدرش نیست، برادرش نیست و ناقی همی کار میکنه و این بچه ها فریاد میزنه برای نجات خود، شما هم تو میدوین که این بچه ها که خورده کمک کنین. جنگ افغانستان مردم جهانه، احساسات مردم جهانه برای دفاع و کمک از مردم افغانستان به نهایت تحریک کرده و بیلیون ها دلار در پاکستان سرازیر شد که برای ما کمک کنه. ایسای که در عمر اتو پول ندیده بود به یک فساد اداری تبدیل شد، به مفسدین تبدیل شدن. اینا فورا راه ها و طرق را پیدا کردند که چطور اینمی کمک ها را بدزند. نه تنها کمک هایی که پول کش بود، بلکه اتا شیر خشک را که برای اولادای افغان رایی کرده بود در بازار ها مفروختن. اینال برای از این کار یا گرفتن 7 فراری افغان که پیش از این جنگ ها در پاکستان فرار کرده بودن، آرام زندگی میکردن، به عیس رهبرای تنظیم های افغانه با وجود آوردن. مردم ما خود جنگ بود افغانستان، یا که برای حفظ امنیت خود یا گرفتن سلاح پاکستان می آمدن، تمام از یار یک کارت میداد، یکی مربوط براندین می شد، یکی مربوط گلبدین، یکی از آقای سیاف، یکی ازی و با مدت زود 7 حزب قوی در مقابل مردم افغانستان تشکیل شد. اردوی افغانستان در مقابل مردم افغانستان می جنگید و ایسای از این بی نهایت استفاده کرد و امی 7 رهبر به ایس 7 کمپتیشن که در مقابل هم یا باید رقابت کنند برای تامین منافع امنیت پاکستان و به خصوص ایسای یا را تبدیل کرد و سر از یا هر گردنی که بلند شد قطع کردن، هر بیرقی که ما بلند کردیم در دادن، تا به او روز رسید که حتی ارتش ملی افغانستان آقای صبغت الله مجددی بعد از سقوط حکومت نجیب
مزمحل ساختن، کاملا حل کردن. که آقای کرزی دمی برنامه هفته پیش خود مده تلویزیون زرین و در یوتیوب آمد سایسای کرزی and us US ایره من تشریح کردم که خودشان دمی یک اسپیچ خود یا بیانیه خود دمی روزای آخر در یک تالار بزرگ که صدها جوان یا اکادمی از ساکر و اردوی افغانستان امیر خودش تشریح میکنه. امو که گفت که میایه بله که از رای جلال آباد که آمده بودن که ما دیدیم که اوام از اورم امی اردوی افغانستان هم از خلق پرچم ساخت. حالا مگر ما در زمان امی آقای کرزی در زمان داود خان ما نداشتیم اردو؟ ما اردو داشتیم در, ما در زمان پادشاه نداشتیم اردو. ایره بعد گفتن که صد دو سه دفعه گفتن که از خلق پرچم، اما امیره کت از اینا ما قبول میکنیم که از خلق پرچم، مگر ما امو اردوی منظم در دست اینمی آقای افتید که ما به عیس کاروان خیانت میگم اینا جزء کاروان خیانت بودن، آمدن او را عل کردن. اینال ما در 35 سال ما را اینمی رقم جدا نگاه کردن، در مقابل ام انداختن، ازاره، ازبک، پشتون، شیعه، سنی و میلیون ها نفر ما کشته شد. 1.8 میلیون انسان ما توسط کسایی کشته شد که کلش مسلمان بود، به نام اسلام می جنگیدن، و کسایی که کشته شد تمامش مسلمان بود و طرفدار از امیا بود. در شهر کابل وقتی که گلبدین راکت می زد 12 راکت از اونم پاکستان در روز اول آورد زد و بر ماها راکت می زد. اینال ما زمان از این رسیده که روی خود دور بتیم طرف آیسای، صرف نظر از این کنیم که تو هزاره هستی، که ازبک هستی، که شیعه هستی، خلقی هستی، پرچمی هستی. امی گلبدین هم اگر قبول کنه که آیسای غلط است، که ما استاد شد باید دستش رو بگیریم، که تش استاد شیم. هر کسی که هستیم صرف نظر باید استاد شیم در مقابل آیسای. و با می خاطر 19 اپریل ما برای یک روز جهانی احتجاج در مقابل جنایت پاکستان انتخاب کردیم. اوکی خب در تمام در بگوین راجب بمی برنامه سازیز بگوین چطور شروع شده، کیا مظاهره در کدام ممالک است، مردم اطلاع پیدا کرد؟ بله ما خودم یک چیزی که ما بر شما هموطنان عزیز بگویم ایست که در هر حرکت، در هر قیام، در هر جنبش زبان از او حرکت مهم است، زبان از او جنبش مهم است. مثل که هر سازمان برای خود یک برنامه داره، یک حرکت، یک قیام، یک جنبش شعارهای از خود می داشته باشه که اینمی شعارها تشریح میکنه اینمی حرکت ها. از این خاطر است که شعارهای یک حرکت مهمترین بخش یک حرکت است. شما اگر با کلیپ هایی که ما در یوتیوب دارم به نام پاکستان امبسی پروتست برین، یا شفیع ایار، یا ببخشین SFAYAR در زیر اسکرین نوشته است، در این اگر برین شما همی شعارا را میبینین. و ما از اون اتاق کنترل میخواییم که اگر بتانن همی را بانن SF و لسنیمیم که AYAR است، این یک چنل ما در یوتیوب ای را که بزنین به نام پاکستان امبسی پروتست، و دیگه در خود اسکرین، در زیر اسکرین است پپ افغانز ای فیسبوک. در این ما همی شعارها را نشته کردیم. تایمش چی وقت است؟ تایم از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر لوکال تایم شما، اگر شما در هلند هستین، در هر مملکت دنیا که هستین شعارهای از این را باید یک چند روپیه مصرف کنین. اگر شما مثلا میخواین که در یسه بگیرین ما پیسه در این کمک کنین، اگر شما میخواین که پرمت از او را بگیرین، پرمت کار است در امو شهره که سفارت یا کنسولگری پاکستان است. اگر شما فکر میکنین که امو کنسولگری در جای بسیار خورده که 100 200 500 نفر استاد نمیتونه، لطفا کجای شهر است، کدام سه امو مملکت مهم است که مردم مظاهره میکنن، امو را انتخاب کنین، در وجه پرمت بگیرین، از طریق فیسبوک برام رابطه بگیرین، از طریق ایمیلم، و کلگیتان در این فکر نباشین که شاید مردم بیای یا نه، شما بیاین. و ما در آلند، در دنمارک، در جرمنی، در چند جای دیگه، مردم ها در تورانتو، در ونکوور، تمام از این ارگنایز شده، در سان فرانسکو، در لس آنجلس، در نیویورک، واشنگتن دی سی، می خواهیم شما زیادتر کمک بکنین و هر کسی که در هر رقم کمک میکنه کتم رابطه بگیره. تشکر آقای ایار. یک چیزی شنیدیم، چی میگن پرندگه که زاغه که بر ما بالا آورده؟ دشمن ها. دشمن ها نی، دشمنی نیست در یک قسمت. همین گنجشککای بسیار مقبول بر من حوال آوردن که شما با تلویزیون آریانا افغانستان برنامه تان شروع میشه، یک درست است؟
ما از دیر مدت بود که دوستان ما برای ما پیشنهاد میکردن که بر علاوه تلویزیون زرین در تلویزیون آریانا افغانستان تا آقای عمر خطابی اینا باشم به خاطر از یا که یک کوریج جهانی دارن و ما ای در فکر ما بود اما من نبودم در برنامه خود ولی ما فکر میکنم وقت از این رسته که این کار بکنیم به خاطر از اینکه برنامه ما یک برنامه تلویزیونی نیست بیش از هر چیز دیگه یک حرکت است ما اگه از خاطر از این می بود که در تلویزیون برنامه داشته باشم اصلا نمی داشتم اما این به عیس یک حرکت است یک احتجاج است در مقابل این جنایات ما میخواهیم که ما استاد شویم دفاع کنیم از حقوق مردم بیچاره خود بنابراین یک صداست که به گوش شما برسه آقای یا شما گفتین یک حرکت است همی شما که در تلویزیون زرین خو انترام ندارین پس به تلویزیون آریانا کامل این نام برنامه تان حرکت بگذارین حرکت در نیر حرکت با مقابل مذهبیون نیخ شما یک حرکت شروع کردید نام شما بگذارین حرکت یا یک نام بگذارین سر برنامه تان بعضی برنامه تان نام نداره فقط میایین شما میگین سلام بیرنده عزیز من شفیعه نه نام نه نشانه چیزه خب بیرنده عزیزی که علاقمند با آقای شفیع عیار هستین که استا استا برنامه گرمتر و داغتر شده میره اگر علاقمندی داشته باشین که سپانسر کنین من نیم ساعت دیگر میبینم شما میتونین به نمبری که برای صفحه تلویزیون زنگ بزنین و همچنان بازم خدمت شما آقای شفیع عیار که از برنامه دارن در تلویزیون زرین ما بسیار زیاد آقای وجوهات بسیار بهشان احترام دارم بسیار واقعا اول خود یکی از شخصیت های بسیار فامیده هستن در این زمان بسیار یک هنرمند خوب هستن سالهای بسیار قبل که من در شبکه جهانی امید ایران برنامه داشتم آقای امرای آقای وجوهات من مصاحبه داشتم دو آه نام خدا بسیار گل آدم هستن و یک چیزی که من بسیار زیاد خوشحال شدم که دیشب شنیدم شما یک برنامه ساز خود تلویزیون نیستین یک برنامه ساز آزاد هستین پول میپردازین به او پول میپردازین اما چقدر شما را عزت کردن و حرمت کردن تقریبا 5 ساعت در اختیارتان دیروز گذاشتن یا چارجتان کردن نه این تلویزیون زرینی کار کرد ما یک چیزی که باید بگویم که ما وقت اول که آمدم برنامه می ساختم در یکی از تلویزیون ها مراجعه کردم همی برنامه خود یک تشریح کردم باور کنین و با ما گفتن گفت آقا یار والا همین گپایی که میزنی بسیار گپای خوبه اینیم گپایی تا من قبول میکنم که درسته مگم به خدا جامعه بسیار بیسواد است مردم نمیتونه این گپا را قبول کنه سر ما یک انقلاب میشه ما گفتم متاسفانه ما هم تو فکر میکنیم که مردم بیسواده مردم بیسواد نیست یک چراغ روشن که ببین حرکت به وجود میاد و ولی تلویزیون زرین همی جرأت کرد و زیر فشار هم رفتن اما ما تانستیم که از اینمی آزادی بیان در اینمی مملکت که آزادی بیان رکن اول قانون اساسی از این مملکت است دفاع بکنیم و این بسیار زود مردم ما فهمیدن ما میره متوجه شدم برای اینکه شما با رو پروگرام هایی که دارین سر احادیث صحبت میکنین سر از این ملا و اینا هر تلویزیونی که میبود میگه فست تلویز که بریم پناهتن به خدا مگر آیست آیست نه مگر یک چیز از گفته شما جامعه روشن است جامعه میفهمن جامعه فرق خوب بعد میفهمن اونم قدر که مردم طرفدار شما به مو اساس هم به مو مقدار مخالف هم داریم بله. مثل که برنامه سازای دینی که است اگه اونم قدر مخالف دارن برنامه هم طرفدار دارن بله. یعنی هر برنامه طرفدار خود داره مخالفین خودم داره اینال میریم شروع میکنیم سر ملاهای عزیز که شما همی تاپه که تمام برنامه هایتان ملاه هست ببینین آقای عیار من از زمانی که بسیار خورده هستم در مبین افغانستان تجلیل میشه سال نو میشه و تا که جهان از در این ممالک اسلامی مثل افغانستان ایران و تاجکستان تجلیل میشه بعضی از ملاهای دری چند روز پیدا شده کنه شما هم خبر دارین نیلوفر جان امو کلپ اول آماده بساز چند ملاهای پیدا شدن که اینا آل میاین میشینن و میگن که نی مربوط امی سال نو ما و شما ایره میگن که نی مربوط سال از امو زمان
نمیفهم آتش پرستا و زردشتی ها و یا تجلیل میشه و ایره بسیار مذهبی دا ساختن و دینی ساختن و با خدا میگر که سبزی پخته سبزی چلا پخته کردن خانه تکانی کردن لباس نو پوشیدن همه گیش در اینه میروزه که میکنین آرام از سمنک پخته سمنک در جوش ما کپچه زنیم اینه میرام اینال مرا با کفر میگیرن که من اینه میقدره گفتم چرا یعنی از نقطه نظر شما که اینه میکلپه اول یک کلپه میگذاریم که شما آقای عیار این کلپه ببینین بعد از او به تعقیب از او چون ما کلپه دیگر رو میگذاریم پس نیلوفر جان سر من میاید باز یک ملای دیگر از کابل میگذاریم که من میخوایم شما سر امی دو ملا تفسیری تانه کنین از که چرا اینا سال نو اینا میگن که حرام است. نیلوفر جان آماده است؟ نزدیکه که امروز اکثریت مردم افغانستان ما و تو اکثریت مردم ایران ما و تو اکثریت مردمان تاجکستان ما و تو و در بسیاری مناطق دیگه در روی دنیا از جمله امورات و بدعتهایی که در دین اصل نداره و ما و شما او را من حیث دین تجلیل میکنیم، من حیث دین روز مبارک میشماریمش، من حیث دین باعث اجر و ثواب قبولش میکنیم. عبارت است تجلیل از روز نوروز است که در این هفته برای ما شما فرا میرسه برادر اسلام. تجلیل از روز نوروز که به صدها سال قدامت داره و قدامت از این حتی قبل از اسلام در ایام زردشتی ها و مجوسی ها و آتش پرست ها میرسه، با کمال تاسف بگویم که سلسله و سلسله و سلسله و سلسله تا امروز ما و تو که با گذشت هزارها سال از سرش میگذره امروز هم کاش که یک در یک کشور هندو، کاش که یک در کشور بت پرست، کاش که در کشور آتش پرست، کاش که در کشور یهود و نصارا تجلیل میشد، با کمال تاسف بگویم که امروز در کشورهای اسلامی ما و شما که در سرخط شوشته جمهوری اسلامی فلانی امروز با شان و شوکتش این چیزهایی را که در دین اصل ندارن او را در دین اصل میتن، نه تنها که او را تجلیل میکنن بلکه او را من حیث یک روز بزرگ داشته و افتخار میکنن و استقلیل از او افتخار میکنن. بله بیننده عزیز، آقای عیار شما شنیده نمی صحبتهای از این ملا صاحبه، از نیلوفر جان خواهش میکنم که من تقریبا بر من یک پنج شش ملا را روان کردن در می سر نوروز که اینا همی صحبت های بسیار مزخرف میکنن و سال نو ما را که طبیعت زنده میشه، او ملا طبیعت زنده میشه، پرنده های خسته پس میاید، گل ها میخنده، درخت ها سبز میشه، چرا شما مخالف بهار ستیزا چرا مخالف؟ آقای عیار به شما است، شما استایل ما شما برم من تیسی صحبت میکنم شما استایستا اینال میریم به یک کلپ دیگه که یک ملاسای به دیگه از مبین افغانستان چطور زهر میپاشه به مغز جوانایی که این جوانا باید بال داده شود که پرواز شد. ببینید که اینا رو چی میگه به مقابل از اینه. نباید کالای نو بپوشه، مسلمان نباید این روزه تجلیل بکنه، مسلمان این روزه باید به این افتخار نباید بکنه، این جز دین اسلام نیست، در اسلام که هم چیز نداره. اگر عادی مثل یک روز دیگه وارد کالایی که دیگه روزا میپوشی، نان که دیگه روزا میخوری اینجا، اما این که تو به خاطر که این روز متبرک از کار نمیکنی اینجا گناه هست، به عوض ثواب تو در گناه داخل میشی. امام بیهقی از عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسهم یوم عیدهم فان السخطه تنزل علیهم. حضرت امام بیهقی از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که در این روز، روزی که عید غیر مسلمان ها باشه، عید مثلا روز کریسمس دارن یا مثلا مجوسی ها روز مخصوص دارن یا آتش پرست ها روز مخصوص دارن یا بت پرست ها روز مخصوص دارن، در عید از اونها تو هم امرایشان اشتراک نکو، چون برای از اینا غضب خدا نازل میشه. اگر تو در مجلس در آمدی سر تو هم غضب خدا نازل میشه. حضرت عمرو ابن عاص چی میگه؟ میگه من بنا به بلاد الاهاجمه
و وضع نیروز همه مهرجان و تشبه بهم حتی یموت خوش را محمی عمل کرد. میگه اگر کسی مثل اورمو اعاجمه که در بعض کشورهای عجمی گفت اونا چی میکنن نوروز یا مهرجان را تجلیل میکنن، کسی که اینمی در زندگی خود امی کار را میکنن در روز قیامت همراه از اونا حشر میشه، زیر بیرق از ما حشر میشه. و کجاست بیرقشان؟ والله اعلم. امام فتاوای ازهر شریف را مطالعه کردی که باش ازهر شریف میشه یک گفت که گفته باشه و اجازه میشه دوستا تقاضا میکنه بیاین سید بریم چکر آمست از این یا سید برو تا مزار شریف بریم سید در درخ و سید اینجا بیا بریم در آسید و چند تا قصد احمد زایر و گلنار بگم اون برد میگیریم خوب سازت هم تیر میشه و قصه هم میکنه و فلانی خان که اونجا میره دیگه حتما سیاسترا و اولادا و دخترایش هم هست دیگه که اول رسید یک شب کنسرت تاجیکی هست و دیگر رو سید یک دانه دول. آقای ایار گیش شما وای آقای زایر این شما یا ملا خواهش میکنم اما میگه گفت که در غزه اگر سال 90 تجلیل کنین در غزه به خدا میشین ما فکر میکنم که همین آقا گپ درست نمیزنه که مردم ما رو در غضب خدا میکنه در حالی که خودش در غضب خدا میشه یا در غضب خدا شدن. بله. و ما سر از این کلپ از یا در یکی از برنامه های خود که به فکرم استاد زایر دایی است با شفیع عیار و این یوتیوب موجود است مثلا همین کلپ تبصره کردیم. بله. یا وقتی که میگه که حضرت عمر رضی الله عنه گفت که اگر کسی با کسایی که کفار هستند و یا یک روز دارن باز نمونه میتن مثل که عیسوی ها روز چی را دارن کریسمس را دارن و موسوی ها ای روز مبینا اگر شما ای را با یا تجلیل میکنین میگه حضرت عمر گفت که شما در غضب خدا میشین. این قسمت اول سر نوروز ما نیست سر عزیزت. اولی که بزرگترین مشکل ملایی است که ببخشین تفاوت مؤمن با کافر نمیفهمن. نظر به آیات قرآن پاک یک آدم عیسوی کافر نیست. اینمی ملاق چون قرآن نمیخونه با اساس حدیث این مسلمان است آیات قرآن ای خبر نداره که یک عیسوی یک موسوی یک داودی اینا مؤمن هستند. حتی کلمه مسلمان در قرآن پاک در مورد ازیا استفاده شده به شکل عمومی به شکل خصوصی یک مسلمان باید به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام و قرآن ایمان داشته باشه که یک جوه شاید نداشته باشه یک کریسچن نداشته باشه. اما تفاوت مسلمان و مؤمن است که مؤمن هر کسی که به یک خداوند واحد ایمان داره مؤمن او را هیچ وقت کافر گفته نمیتونی. و اینی ملای ساده میگه که حضرت عمر رضی الله عنه گفت که اگر شما با کفار جشنشانه میگیرین مثل کریسمس و مثل ازی و ازو با گفتن ازی یک گناه بزرگ متقبل میشه بله در واقع خودش دمی غضب خدا میشه چون منعیس یک مربی منعیس یک ملا منعیس یک کسی که دین تشریح میکنه دین غلط تشریح میکنه چون میکنه؟ یا ایست که از نافهمیست چرا که یا قرآن اسلام از روی قرآن نمیفهمن و یایی که زیر تاثیر کسایی هستن که میخواین جنگ در مقابل جوش یا یهود و کریسچن یا در دنیا دامن بزنه دین ما را به حیث دین قتل و کشتار در دنیا یا پیش ببرن و به این صورت ما به برده های فکری از یا تبدیل شویم و یا ما را استفاده کنن مردم دنیا را یا ضربه بزنه. این قسمت اولش است. ببخشید نامتان عزیزم. قسمت دومه را که در امی کلپ اول قسمت اول کلپ آقای زایر دایی بگویم است که اینا چی میکنن حضرت میخوایم میرم در قسمت دومش چون قسمت اول از پیشم رفته. آقای زایر دایی بعد از اومیه از امر آست ولی باشین که راستی یادم آمد در قسمت اول که اینا حضرت عمر رضی الله عنه را نقل قول میکنن که حضرت عمر گفته که هر کسی که اینی ایداره با مردم کافر که در واقع منظورش از کریسچن و جوش است اشتراک میکنه در تجلیلش یا در غضب خدا میشه
ما باید بگویم که حضرت عمر رضی الله عنه اگر این کتاب تاریخی ما درست باشه، معلوماتشان در قسمت قرآن پاک قلیل بوده. شما قار میشین، همیشه قار میشین، دفعتا میخواین سنگ بگیرین و سر ما را پیدا کنین. اما ما برای شما یک چیز کوتاه میگم، وقتی که پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فوت شد، ایره در هر کتاب هر ملایی که دارین برین پرسان کنین، حضرت عمر رضی الله عنه شمشیر کشید و به کسایی که گفتن حضرت محمد فوت شد گفت اگر این گپ تکرار کنین زبانتان قطع میکنم. چرا؟ یعنی که حضرت عمر رضی الله عنه یک آیت بسیار مهم قرآن نمیفهمید که در اوجه گفته شده که پیغمبر فوت میشه و حضرت عمر در ایجه به مردم گفت به خاطر این مرده که حضرت محمد مثل که حضرت موسی در آسمان رفته بود، رفته به یک سفر در آسمان. یعنی قسمت دوم را که از قرآن حضرت عمر رضی الله عنه نمیفهمیدی بود که در سوره اسراء گفته شده که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آسمان رفته، اما حضرت عمر با گفتن از این قسمت دوم فهماند که یعنی سوره اسراء را هم نمیفهمید. تنها حضرت موسی به آسمان نرفته بود بلکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم رفته بود. این حال چطور میتونین شما یک کس را که قرآن پاک اینقدر کم میفهمید از اون نقل قول بگیرین در مورد عید مردم دیگه؟ ای یکی. دوم دیگه در قسمت از ای آقای دیگه که امر آس گفت که گفته نوروز تجلیل نکنین، در واقع یک تعداد عربایی که آمدن ایران گرفتن افغانستان اجاره حتی خود از یاد تجلیل میکردن. ولی نوروز ما همیشه میگم که طبیعت بزرگترین کتاب خداوند است. یک قرآن پاک ما اگه در فارسی نباشه نمیتونم بخونم، این دغدغه در انگلیسی نباشه یا آقای دیگه نمیتونه، به می ترتیب کل ما خوانده نمیتونیم. اما شما وقتی که در بیرون میبرین یک درخت میبینین، یک گل میبینین، یک پرنده را میبینین، یک دریا را، یک آب برف دای چی را میبینین؟ خداوند بزرگ را میبینین، یک قدرت لایتناهی را میبینین. شما که به گل میبینین در واقع به خالق از او میبینین، شما که به دریا، به آب، به زنده شدن زمین، زنده شدن دوباره زمین در قرآن پاک آیت است که زمین مرده را ما دوباره زنده می سازم. در واقع زمین مرده ای که در یک رکود مرگ بار رفته در زمستان دوباره زنده می شه در بهار. ما برای شما ایره در یک برنامه خود می گنجانم، ولی این حال سعی کنین این مغایرت با قرآن پاک نداره. دیگه ای که شما یک اگر ما ایره در تلویزیون زرین هم دیروز گفتم اینا آمدن دو مجسمه بزرگ مملکت ما را که مجسمه های زیبای بودا بود بام ماندن و پراندن. آیا ای زد اسلامی بودی مجسمه؟ به هیچ وجه نه. نظر به قرآن پاک بودن مجسمه گناه نداره، ساختن مجسمه گناه نداره. یک کو خودش میتونه باعث مجسمه باشه. اگر تو میری پیش کو سجده میکنی، از او دین جور میکنی، اونو وقت تو گناهکار میشی. اما مجسمه بودا به هیچ وجه گناه نداشت، چون دیگه اهمیت مذهبی نداشت که از پیش از او سجده نمیکرد. بر شکستاندن ازی، پراندن ازی کاملا ضد اسلامی بود. اینال نوروزه یا باعث یک مجسمه دیگه میخواین بام بانن، اما این مجسمه یک مجسمه واحد نیست که آسان از بین بره. در قلب شماست، در قلب ماست، در ذهن ایناست، در ذهن اوناست. خب ما اینا نمیتونن بخونن. این علاقات تروریستی که از همین گروه های افراطی که از اینا که هستن، حال شما ببینید که مردم بیگناه مورد توسط حملات انتحاری و انفجارهای با معروض میکشن. حال اینا میخواین که اینمی داشته که ما داریم، اندوخته که ما داریم که عبارت از یک نوروز است، روز خوشی است، مردم همه یک روز خوشی اونم رو میخواین که ترور کنن. خانم سجه، یا ما بارها در برنامه خود گفتیم که یا میخواین که دنیا یک فاتحه خانه باشه برای ما. بله. و یک حوض کوثر و باغ بهشت باشه برای خود. و در زمان طالبات در مو 4 سال خود از یار کار کردن. نه بله. سال نه بله. نمیشه. بله. اینمی سجه جان، پیش از اینکه به سوال دیگه بریم، ما می گفتم میرم که مردم افغانستان ای دفعه که طالبان اگر بیایه ملا عمر نمی باشه. ای دفعه پاکستان فهمید که با ملا عمر و چند ملای پشتون نمیتونیم افغانستان رو بگیریم. ای دفعه ملای تاجک جور کردن، هزاره را ازبک. اینمی گنگ زایر دایی، گنگ سیمین عمر که من میگم،
یا باور کنین یک گنگ بسیار خطرناکه. اینا صدها ملاستن با عین نظر. تصادفی نیست که ظاهر دایی، آقای عیازی، آقای ازو یا آقای ملا آیات الدین که میگه درینک میکنین محمد سپی یا باول محمد خوردن، یا کلشان باور کنین یک نظر دارن. اما تو یک مارش که امیاسکرای نورد کوریا را دیدین که مارش میکنن، اما تو منظم نظرات از یا از امی یک منبع آب میخوره و اونا تو مارش میکنن. این گپ دوبار زدین، نورد کوریا را دوبار زدین. یک دفعه در پروگرامتان سرما برنامه گرفته بودین، مویای مره به نورد کوریا او لشکر او در اون مگر در اونجا چهار پا سه پالو داشت پروگرام که به من گرفته بودیم. خدا من ناخ دگیر دادم، معذرت میخوایم، به اونا نمیمانده. آقای ایار شما رو میگن یهود هستیم. یهود هستیم؟ بودن یهود نیستیم یا نیست؟ باشن میگم سوال شما جا. بودن یهود، بودن کریسچن، اگر شما به خداوند واحد باور دارین، مؤمن هستین، هموطنای عزیزم، دوستای عزیزم، مسلمانای، اگر یک نفر شما دیدین که یهود است، شما نمیتونین در مقابل از او قهار شوین. اما آیا من یهود هستم؟ به هیچ وجه نه، به هیچ وجه نه. کریسچن هستم؟ نه. آیا به کدام دین دیگه هستم؟ نه. من پدرم مسلمان است، مادرم مسلمان است، خودم مسلمان هستم. عمیقاً تا عمق استخوان‌های خود ما به یک خداوند واحد باور دارم. بر از اینه که شما را بازی بتونم، من اگر آدم ترسندوک می بودم این گپا را نمی زدم. یعنی اگر ما باور نمی داشتم می گفتم در برنامه تان، در یک آخر برنامه تان یک نوت میگین، همیشه میگین رود نیل دست حضرت موسی که قرآن است. چرا به این ترتیب میگین؟ چرا پیغمبر نمی، چرا نمیگین حضرت دستتان به سر دست حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید که میگین موسی؟ یک گفت بسیار مقبول زدین. ما از این سوالتان باید بسیار تشکری کنم. من نمیفهم که تا آخر دیگه اینقدر سوال های خوب خواهد شد. یعنی باشین که ما همین جمله را بگوییم. رشخند کنی؟ نه. برای اینکه یکان دفعه مگه بینه رشخند و غیر. اما ما باید بگویم که چی میگم. ما میشه که مشکلات خود در جهان اسلام تشریح میکنم، باز میگم ببینین که اینی عقاید غلط مذهبی ماست. بله. ما میگم عقاید غلط مذهبی ما به یک فرعون تبدیل شده که ما را در اسارت فکری خود گرفته. رود نیل در پیش است و حضرت موسی که دست ما را بگیره و از این رود نیل نجات بده. و او حضرت موسی کیست؟ قرآن پاک. و ما این را به مقصد نمیگم که او حضرت موسی یا او کسی که ما را میتونه انتقال بده پیغمبر است. و خاطر که بر یک مسلمان گایدلاین قرآن پاک است. خطی که باید تعقیب کنی قرآن پاک است. پیغمبر قرآن پاک را تعقیب میکرد. پیغمبر بر علاوه که رسالت داشت و پیغمبر بود، از یک چیز پیروی میکرد، مثل ما و خودت در عین خط بود، پیروی از قرآن. قرآن بود که پیغمبر ما را پیغمبر ساخت و باعث نجات ما از بدینی شد. این حال ما در اینجا تشریح میکنم مشکلاتی که مردم در زمان فرعون داشت. امی فرعون مردم در اسارت خود گرفته بود، ولی خداوند بزرگ برای نجات از یا حضرت موسی را رایی کرد و در پیش روی برای نجاتشان یک رود بود، رود نیل بود که باید از این جدا می شدن. خداوند بزرگ یک عصا به پیغمبر خود می تکه، وقتی که از رود نیل می رسن ای را یک در آب بزنه، آب از هم جدا میشه و اینا عبور میکنن که در آیات قرآن پاکه. اینا ما جلو خود از عقاید غلط مذهبی خود یک رود نیل جور کردیم، در این غرق میشیم. از او خاطر است که ما از خداوند استدعا باید کنیم که به ما یک دست حضرت موسی. اینال نه، اینال ما میگم او حضرت موسی کیست؟ قرآن پاک. قرآن بگی، منظورم از قرآن گرفتن نیست که قرآن بخوان. قرآن بخوان و قرآن بخوان از من نشنه و از آقای ستار سیرت، از این ملای ظاهر دایی. مشکل کلانترین ما در جهان اسلام یا بگویم یکی از این مشکلات هاییست که ما قرآن نمیخوانیم. از آرا کتاب میخوانیم. یک آقا میایه واسکت میپوشه، خدا میره در کابل در مزار عام میپرانه، اما اگه ایره بگوی قرآن خواندی میگه والا ما خویش نمیفهم او چیست؟ قرآن کدام چیز است؟
امی مردما میره در کالج در یونیورسیتی صدها کتاب هم میخونه که شاید یک آدم جوش نشته، یک کریسچن نشته، یک بودیست نشته، یک مسلمان، هر کس دیگه. اما ما مسلمان ها یک کتاب بسیار باور داریم، کدام است؟ قرآن پاک. نفر که تو مدعا میکنه میگم آقا شما قرآن خواندین؟ آ خواندیم. میگم نه راستی خواندی؟ نه خونده خواندیم. وی خیب به کدام اساس؟ قرآن بخوان. اینی منظور ما از حضرت موسی. من تا ترجمهش نمیفهمیدن در افغانستان. شما در افغانستان میتونین اینی یک پیاله چای یک آدم از پیش بگیرین، آبش بگیرین، خانه و جای زندگیش بگیرین، مگر ایمان شکل نمیتونین. با کوچکترین یک گپ که بر سر از اونا خوش نخوره بسیار آزرده میشه مسلمان ها. برای زی که ما مسلمان ها که هستیم، حالا شما مثلا نمیال بر ما تشریف کنید، همیشه در برنامه هایتان میگین که اسلام ابو سفیان، اسلام حضرت پیغمبر نیست، اسلام اصلا شما پیغمبر میکشین، همه گیش هم میارین اسلام ابو سفیان میگین. خیلی وقت که ابو سفیان میگین شما مسلمان هستیم، ما مسلمان هستیم، یک تعدادی از مسلمان هایی هستیم که ما چی هستیم؟ میگن یا بالا ببر یا پایان میکروفون من امروز که شما پرابلون اینا. شما یک ذرمی اسلام ابو سفیان بگوین که از امی کسایی که پیرو ابو سفیان هستن، اینا چطور با پیرو از اونا شدن که ما و شمایی که هم مسلمان هستیم چطور پیرو از یا نشده اینی رو برای تشریف کریم برد؟ درست؟ ما باز باید از شما تشکری کنم و ای را با مذاق هم نمی کنم این تشکری را. شما به اندازه یک سوال خوب دیگه کردین. مشکل ما در جهان اسلام در واقع اینمی است که ما اکثر ما امروز کسایی که پیرو حدیث هستن و نافهمیده پیرو حدیث هستن، یا در واقع از یک چیز پیروی میکنن که اسلام ابو سفیان است. وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فوت میشه، اسلام در عربستان است، ده جای دیگه دنیا نرفته. کسایی که مطالعه داره و می خاطره که من یک سال که برنامه دارم، هیچ کس نمیگه که سر از دیگه پا گپ بزنه. بی جان من بسازید معذرت می خوام، اتاق کنترل امرای میکروفون ما کدام پرابلم دارن؟ بی جان میکروفون ما در اینجا قسمت است، موای اینجا است. چرا درست؟ اوکی، بسیار معذرت می خوام، چرا که نیلوفر جان بسیار نارام است، میگم ما کدام پرابلم میکروفون دارم. چرا من بسیار زیاد یک آدم بیقرار هستم، گاهی بله میخوره، گاهی کلام میبندستم. بفرمایید، میبخشید. اسلام ابو سفیان میگه اینان وقتی که پیغمبر کرام اسلام فوت میشه، دینمی زمان تا اینمی زمان اگر ببینین، بزرگترین دشمن پیغمبر ما یک آدم بود به نام ابو سفیان. کسی که پیغمبر ما را از مکه بیرون کرد ابو سفیان بود. کسی که باعث شکستن دندان پیغمبر شد ابو سفیان بود. کسی که در جنگ های زیاد در مقابل پیغمبر آمد و جنگید ابو سفیان بود. اما ما که خواندیم بله. اما ما که خواندیم ابو سفیان ماویه و اینا بعد از او وقتی که با پیغمبر بعد اسلام رجوع کردن و پیش پیغمبر آمدن، باز بسیار پیش پیغمبر محبوب بودن، اینا به قدرت رسیدن پیش پیغمبر. تا زمانی که پیغمبر زنده است و امی تاریخی که ما اگر قبول کنیم ماویه بچهش در جمله یکی از نویسنده ها است، کسی است که رسم الخط یاد داره و در اینمی نقش با پیغمبر کار میکرده، ولی یا تجارهای کلان بودن، خارج دیده بودن، شام و عراق و غیره و غیره را بلد بودن، یا در اینمی زمان امی بچه ابو سفیان که پیغمبر ما بعد از فتح مکه یاره بخشیده بود، تنها بخشیده بود، ایره دینمی کار گماشته بود که به حیث محرر. اما دینمی زمانی که پیغمبر فوت میشه، ابو سفیان که یک آدم چالاکتر بود، اینمی عقیده مذهبی یا عقیده دینی یا می دین مقدس ما را، دین صلح دوست ما را، ای برای رسیدن به مقاصد خود استفاده میکنه. در اینمی زمان یا عمله میکنن به طرف شام و به طرف فلسطین ایجا، و قدرت چون در این مناطق بلد بودن، فورا یک قدرت نظامی تشکیل میتن. چاریار کبار انوزان نه برای از اینکه چور چپاول کنن. در مکه و مدینه یارای پیغمبر است و بخصوص در مدینه. اینال یا تاکشور میخوره یا خود رهبرای مذهبی بودن یا مردمای
میربان بودن، دووس و یک قشون چپاولگر دیگه به وجود آمده بود. وقتی که حضرت علی کرام الله وجهه و دیگران میخواهند که از یک کم جلوگیری کنند یا دیگه نمیتونن به خاطر کسایی که در مکه اومدیدن است، یک تعداد کم از پول هیچ چیز وجود نداره، یا وقت یک لشکر کلان به وجود آوردن، اینال یا یک دین سلدوس تبدیل میکنن به یک دین چپاولگر. و امی دوستای پیغمبر هم چهار یار کبار هم اگر این کتاب ها درست باشه یا بین هم تا حدود در مخالفت ها درگیر میشه که ما باور ما نمه، ولی در کتبی که ما داریم ناگزیر باید قبول بکنه میره، یا درگیر عظمی منازعات خود در مکه و بخصوص در مدینه هستن که آقای ابو سفیان هم اولاده ازی که معاویه و یزید ایناست، یا شام میگیرن، میگیرن فلسطین میگیرن، طرف عراق میرن، عین در سرحدات ایران میرسن، و در این زمان رابطه از اینا با یک بخش از یارای پیغمبر نزدیکتره بر علی بخش دیگه، و در اون زمان روابط فامیلی و دیگه را استفاده میکنن، و اسلام دیگه به اساس خطوط قرآن نمیتونه که یک دین باشه که امی چپاولگری از یاره کمک بکنه و معقول بدانه. بنان یا دست میزنن به ساختن یک تعداد نوشه ها یا نقل قول ها از پیغمبر بزرگ اسلام تا چپاول و چور و زن مردم گرفتن و اولاد مردم گرفتن و دختر 4 سال عروسی کردن و بچه ها که یک کار دیگه اینا را توجیه کنن بنان احادیث از اینجا شروع میشه. شما یکی از کسی هستین که خود در جامعه افغانی فعلا گفتم که به مترتیبی که نیم مردم طرفدار تان هم هست، 50% هم بسیار زیاد شدید مخالف تان هست، بخاطر اینکه شما شدیدن مخالف احادیث پیغمبر هستین و میگین که هیچ یک امی ار حدیثی که از پیغمبر گفته شده شما میگین هیچ کدامش درست نیست. خب دو حدیثی را که ما به سالا میفهمیم که هیچ کدام موافق نیستیم که با دختر 4 ساله عروسی کردن ازدواج کردن مجاز است و یا زن ختنه شد، این یک طرف باریم. شما بر من یک سه حدیث بگوین که ما بگویم ای والا میگین ای والا ایتان بگوین یک چند حدیث بر من چون معتقد به حدیث نیستم و ای را ما باید تشریح کنم. اگر ما یک برنامه بسازم امی صحیح بخاری را که من صحیح بخاری میگم که مجموعه قابل قبول حدیث برای مردمای اهل حدیث است، یک برنامه بسازم، باور کنین اسلام مسلمان ها از شرم دیگه کله خود بالا نمی کنن. اما در قسمت ما پیش از اینکه سرت یک چیز گپ بزنم سر از این گپ میزنم که اولی که برای ما نمیگم که هیچ حدیث درست نیست، دقات یه حدیث شاید احادیث باشه که درست باشه، اما ما چیزی که میگم و تفاوت داره ایست که ما میگم پیغمبر چی را پیروی میکرد؟ قرآن. بله. پیغمبر به اساس چی مسلمان بود؟ قرآن. در زمان پیغمبر آیا کدام چیز دیگه بود که پیغمبر به اساس از مسلمان باشه؟ نه، تنها قرآن بود. بنان بزرگترین چیزی را که پیغمبر پیروی میکرد قرآن است. یعنی اگر خودت اهل حدیث هستی، اگر اهل سنت هستی، پیروی کو از بزرگترین چیزی که پیغمبر پیروی میکرد و او یک کتاب قرآن پاک. اینال اگر ما اینمی کتاب پیروی کنیم، اینمی کتاب پیش کل ما در یک رقمه. باشین، شما گفتین که احادیث هم هست که قبول میکنین، که شما خود به هیچ در برنامه تان که ما شنیدیم میگین تمام احادیث الهی تو به خدا ما یه گپ نمیزن گپ آقای ایار است که اجازه کار شما میگین الهی تو مجبورم نمیگم میگین کمی تمام احادیث ببرین به یک زبان پرتین. اما اینا رو میگین که شاید در او احادیث یک عدیث درست هم باشه. نه چرا مثلا چرا امی ساعت 12 میبینم اگر اسپانسر شده لطفا نه نام بیارین که من نام اسپانسرها رو بخوانم که ببینن که آقای عیار گل چقدر مردم دوستشان داره. مثل دیشب که باز بعد از او آقای عیار میریم تلفونا رو میگیریم بعد از سوالا این قسمت سوال شما رو ما باید جواب بدیم. زیاد جواب بدیم، من قطعا به آرگیو میکنم در این قسمت. ما خوشحال هستم. بفرمایید. خب اینال ما یک مشکلات کلانترینی که در جهان اسلام داریم قرآن پاک نیست. چون در قرآن وقتی که مراجعه کنین با وجودی که هنوز هم مردم میتونه یک کم این طرف گپ بزنه کم او طرف یک کمک چوتی کنن کلمات، یعنی دور بتنش توست کننش،
اما در مجموع قرآن پاک یک قرآن پاک است، ولی احادیث در بین ازی گفته آقای ستار سیرت احادیث مستحب است، ضعیف است و احادیث غلط است. ایناله شما غلط گفتین که یک بله. احادیث درست کاملا ما بر شما این را کاملا تشریح میکنم. ایناله به اساس گپ کی کدام حدیث درسته؟ برای ما امروز یک کار دار